سلام. سلام. ببخشید معطل شدم. بفرمایید. آقای چیز برنامه عوض شد. یعنی چی برنامه عوض شد؟ الان خود آقای جوادی میاد توضیح میده. آقا جون مگه تو وکیل وسیش نیستی؟ بیا امضا کن چک تو بگیر خلاص برو. شرمنده. احتمالاً مسئله مهمی اتفاق افتاده که اصرار داشت خودش بیاد. از اولم اشتباه کردم تو رو جدی گرفتم. وقتی از خودت اختیاری نداری چرا میای وسط؟ شما مثل اینکه شب سختی گذروندی. اصلا حالت خوب نیست. حرف مفت نزن بچه جون. بالا منتظرم تو بزرگترت بیاد. منتظر باش. بهت میگم آقا بگو دیگه، مردم از نگرانی. بیا بهت میگم مسعود، آره حالا من خبر اونو بهت میدم، عجله نکن. باشه، خیالت راحت باشه. من یه جلسه ای دارم بهت زنگ میزنم. قربانت، خداحافظ. سلام، خوش اومدین. علیکی سلام. بالاخره رئیس بزرگم تشریف آوردن. گفتم که میاد. این قرارداد، اینم مهندس جوادی. بسیار عالی. اینم چک شما، اینم خودکار خدمت شما. مبارکه. ما امضا نمی‌کنیم. منصرف شدیم. یعنی چی منصرف شدیم؟ یه دقیقه دخالت نکن ببینم دارم چیکار میکنم. یعنی چی منصرف شدیم؟ ما مسخره شماییم. یه روز میان اینجا التماسمون میکنیم برای خرید امتیاز، فرداش میان میگی پشیمون شدیم. نه آقای وسام، شما اجازه بدیم من الان صحبت میکنم. با یکی ساکت باش بابا، تو که رفیقتم آدم حساب بده. شلوغش نکن آقای وسام، خودت دلشو بهتر از هر کسی میدونی چرا منصرف شدی. نه من نمیدونم. نمیدونی؟ نه. یه نگاه به اون قراردادی که با شجری بستی بنداز، از اول تا آخرش بخون میفهمی چرا منصرف شدیم. ها پس قضیه اینه. از قدیم گفتن که پولو بذاری رو مرده پا میشه برات نواره میزنه. راست گفتن. چقدر دیگه بمیسن جوادی؟ بگو. خداحافظ. ببین آی جوادی، پا تو از این دفتر من بذاری بیرون پشیمونت میکنم. هیچ کاری نمیتونی بکنی آقای بسار. حالا میبینی میکنم. دفعه اجازه بده. شجری کیه؟ چرا داری همه چیو میریزی؟ بلکن مسعود، همه چی به هم ریخته است، تو حالیت نیست. اینجا چه خبره؟ کارخونه رو گذاشته رو سرتو. آقا زده زیر قول و قرارم. نه آقا، کی زده زیر قول و قرارش؟ آره من زدم زیر قول و قرارم. خب چرا؟ دلش از این آقا بپرسی. خداحافظ. یه دقیقه تو تمومش کن بس بیا. اصلا معلوم است تو چته؟ از یه طرف میگی تو وکیل وسیع، ریش و قیچی دست تو. بعد زنگ میزنی میگی که آقا هیچی رو امضا نکن تا من برسم کارخونه. میای اونجا میزنی زیر کاسه گوزه همه چی. سنگ روی یخم کردی جواد. دلیل داشت. دلیلش انقدر محکم است که به زایه شدن رفیقت بیارزه؟ دکتر توفیقی گفت پشت قضیه خرید پروژه ما یه دلال وایستاده. وایستاده که وایستاده، به تو چه؟ به من چه؟ این همه دلال کارچاقکن ریخته تو اقتصاد و صنعت این مملکت، این یکی هم روش. طرف پول خوب داره، پول نقد داره، میخواد امتیاز پروژه ما رو بخره. خوبم داره میخره. به چه قیمتی؟ به هر قیمتی. اینقدر پول میده که همکار ما را بیفته همکار به سال. مسعود، مسعود، مسعود. مسعود نداره. تا دیروز این همه دویدیم دنبال یه حامی. کم رفتیم بیشه این دلسوزای خوش سخن؟ چی شد؟ حمایتمون کردن؟ کارمون رو راه انداختن؟ توجهی کردن بهمون؟ هر دفعه یکیشون یه بهونه ای نیورد؟ یکی گفت پروژتون رو لازم نداریم، یکی گفت توجیه نداره، یکیشون گفت بهش فکر میکنیم، یکیشون گفت ارزش نداره. همین توفیقی که سنگشو به سینه میزنی کم سنگ قلابمون کرد؟
الان تا اسم یه دلال اومد وسط همه اومدن که با مصیبت و سرمایه داره به باد میره. من اصلا مسئولی که دارم میبینم و نمیشتم. بلم کن جواد، منم دیگه خودم رو نمیشناسم، همه چیم به هم خورده، به خاطر رفیقام هزار جور خفت کشیدم، به خاطر حمایت از رفیقام تهدید شدم. تهدید؟ بله تهدید، تحقیر شدم، تن دادم به خواسته های تینا بسان، کچلوار پوش شدم، بله قربان گوش شدم، هرچی گفت انجام دادم، هزار جور خفت به تن خریدم که رفیقام آب تو دلشون تکون نخوره، که اون پروش زمین نخوره، که پورتلند دود نشه بره هوا. جواد تشتی شد، برگشتیم سر خونه اول، اگه قرار بود برگردیم همون جایی که بودیم چرا گذاشتی عروسه که خیمه شب بازی تینا بشم؟ مسو داداش داری گریه میکنی؟ نه من واقعا نمیدونستم تو دلت راضی نیست که با خانم وصل همکاری کنی. اگه میدونستم خودم اجازه نمیدم بری کارخونه. آخه چرا اینا رو باید الان به من بگی؟ مگه من غریبم؟ این همه بغض رو نگه داشتی که الان من نارفیق رو تنبیه کنی؟ چی میگفتم به تو؟ هزار جور درگیری بود، سر تو شلوغ بود، سر قاسم شلوغ بود، نمیتونستم چیزی بکنم. آخه قربون اون بغضت برم، مگه رفاقت فقط مال دوره خوشیه؟ رفیق باید خودش تو ناخوشی اثبات کنه. ای بابا یه دقیقه من رو نگاه کن، قربون عشقات برم، من نکن این کارو، تو رو خدا بخند مسعود من اشتباه کردم. باشه من مخلصم. ببخشید ناراحتت کردم. سلام دایی جان، خوبی؟ این بله چی شده؟ من همین الان میام اونجا، همین الان میام اونجا. خدا نگهدار. چی شده؟ بریم ببینیم این قاسم باز چه دست گلی به آب داره. ای باش بیا بابا بیا، همش تقصیر خودم بود، مقصر من بودم. صبر میکردی داره بچه ها میامدن دیگه. نه من نه عطیه توان و تحمل این قاسمو نداری. اصلا قاسمو اینجوری نمیشناختم، با تو کلش هست، جاه طلب هست، اما خیانتکار نه. این قاسم اون قاسمی نیست که من راهی شهرش کردم، مثل پسرهای خودم بود، نمکدون و شکست. من میگم تو دختر منو نمیخواستی، مثل آدم میومدی میگفتی. این طفل معصوم که بیبخت و همسر نمیمون. ناکسی کرد ترقه ما، ناکسی کرد. اون سیلی که بهش زدم بی کم بود برای اون همه دروغی که به خورده ما داد. آخه من با چه رویی توی چشمای تیر و طایفم و مادرش نگاه کنم از نامردی خارزادم بگم که توف سربالا نباشه؟ آره میگم شاید یه توضیح واسه این کارش داشته باشه. من با چشمای خودم دیدم که داشت دل میداد و قلفه میگره، حرف عاشقی بود. بریم بابا بریم. بیا دختر بیا. اینقدر بیتابی نکن عزیزم، بعدن درست میشه. ببخشید بیبی به زحمت افتادی. زیاد شرمنده شدم. بیا بریم بابا. بسه نخور. Thank you.
میری دفتر؟ بله. اول بریم یه سر به بیبی بزنیم بعد بریم. نه خیر. تو تکلیفت با خودت معلوم نیستا. از یه طرف میگی با مهندس جوادی و مسعود اینقدر سخت نگیر، از طرف دیگه نمیذاری برم ببینم چرا این جواب تلفن منو نمیده. برای اینکه هر دوتاش اشتباس. میخوای ببینیش بگو پاشو بیاد کارخونه. جواب تلفنمو نمیده. حق داره. میگم که تو تکلیفت با خودت معلوم نیست. تینا جان باش بد تا کردی. بد تا کردم؟ ممکنه ذره تند رفته باشم اما بهش توهین نکردم. نباید تو رفاقتشون سنگ بندازی. من نمیخوام تو رفاقتشون سنگ بندازم نسیم. من بهشون حق میدم هوای همدیگر رو داشته باشن. مثل من و تو، مثل همه کسایی که با همدیگه رفاقت میکنن. بله. ببین اگه تو مثل مسعود رفتار کرده بودی، من دقیقا مثل مهندس جوادی رفتار میکردم. به نظرم رفتار مهندس خیلی هم درست. خیلی هم درست بود. اینجوری جلوی تینوش منو کوچیک کرد. قربونت برم. یه مدت دست از سرشون بردار تا اوضاع آروم بشه. بعد بشین این سنگاتون رو با هم دیگه وابکنی. باشه؟ بدون عصبانیت. خیلی خوب. سعی میکنم عصبانی نباشم. اما باید بفهمم که چرا جواب تلفن منو نمیده. اونم بعد از این همه لطفی که من بهشون کردم. ببخشیدا. اونام کم کاری نکردن. خط تولید جدید کارخونه رو از صدق سر همونا داری. بگو ببینم کی میتونه توی مدت کم کارخونه رو به سوددهی برسونه هان؟ منصف باش. اصلا بهتره چند روز برای دل خودم باشی. میترسم بری یه کاری بکنی بعد پشیمون بشی. دایی جان. عتی خانوم. دختر دایی. دایی جان کجایی؟ بالاخره کار خودتو کردی. سلام بیبی چی شده؟ هاشا به غیرتت آسم هاشا. برای چی بیبی؟ دختر مثل دست گل با دل خون و چشم عشق بار فرستادی رفت، میپرسی چی شده بیبی؟ رفت؟ بیبی باور کن من حرف بزن. تا وقتی که تو این خونه هستی حق نداری اسم منو بیاری. بیبی بیبی بذار حرف بزنم. بیبی بابا بذاری من از خودم دفاع کنم. برو برو دروغگو ناخلف خائن برو. خیانت کدومه بیبی؟ اشتباه شده. بذار براتون توضیح میدم بیبی. نمیخوام صداتو بشنوم. بابا چرا هیچکی به حرف من گوش نمیده؟ نه تیه گذاشت حرف بزنم نه دایی. گفتم حرف نزن. نمک میخوری نمک جون میشکونی. من نمک دون نمیشکنم بیبی. پام سر خورد ولی با سر زمین نخوردم. اون دختره از بچه های دانشگاه بود. ببین گفت تا به رفقام خیانت کنم تا بتونم اقامت خارج رو بگیرم. اما من رفتم رو در رو بهش بگم بزنم تو دهنش که من خیانت نمی کنم. بابا چرا هیچکی به حرف من گوش نمیده؟ نمیخوام صدا تو بشنوم پسر این بی چشم رو. بیبی من بی چشم رو نیستم بیبی. من خائن نیستم بیبی. دروغ گفتم قبول ولی پشیمونم بیبی. همین این کارا فقط با خاطر خوشبختی عتیه بود. کاش نمیرفتم. کاش تلفنی بهش میگفتم. چرا هیچکی به حرف من گوش نمیده؟ میخوام دنیا نباشه اگه یکی از این اعضا از من ناراحت بشه. پشیمونم بیبی. آخه من چجوری میتونم به داییم خیانت کنم؟ به دختر داییم خیانت کنم؟ دایی منو بزرگ کرده، حق پدری به گردنم داره.
سرزمین کشاورزی، اون بود که دستم گرفت، اون بود که من رسوم به اینجا تا بیام دانشگاه. به داییم خیانت نمی کنم، به دختر داییم خیانت نمی کنم. خانم مافی، توضیح دادنش برای شما سخته، درکی مطلب واسه شما سنگینه. شما که مثل ما عمرتون رو پای اون پرنده نذاشتین. خب معلومه، تر و آمادی سینا ماهه نذاشته بفهمه چه عشقی پشتمون به قول شما آهم پاره است. به نظر من که فقط داری حماقت تو توجیه میکنی. من رو بچه ها عاشق پرواز اون پرنده. خانم، من به این عشق خیانت نمی کنم، به رفقام خیانت نمی کنم. ببینم، مگه تو عاشق رفتن نیستی؟ چرا؟ عاشقم، هنوزم میگم من عاشقم. ماشالله صدات باز شده. شما اینجا چی کار میکنی؟ ای بی شرف، همه رفتن. کجا رفتن؟ چی؟ عطیه و باباش از یه طرف رفتن، قاسم هم از یه طرف دیگه. آخه برای چی؟ آدمیزاد وقتی جای قاضی میشینه باید چپ و راستش رو یه میزون ببینه، حرف دو طرف رو باید شنید، جلو جلو نباید حکم داد. گاهی باطل جای حق نشسته. وقتی میخواست بره همه چی رو بر من تعریف کرد. اصل قضیه چیه؟ خب به ما هم بگیم بیبی. روزای اول آشناییمون هیچ وقت فکر نمی کردم بینمون رفاقتی شکل بگیره، ولی گرفت. متاسفانه
همیشه هر موقع قهر میکردی باید اینجا پیدا میکردی. نمیدونم چرا ولی انگار برج آزادی آخرین جایی که میشه پیدا کرد. این خودی جذب زرق و برق تهران میشن دیگه. اتفاقا به نظر من تهران خیلی هم شهر جذابی، فقط وقتی قبولت میکنه دیگه مثل اولش جذاب نیست. چون کف خواستت هم دیگه تهران نشینی نیست آقا جواد. چون میخوای بزنی بیرون بری بالا مثل همی آقا هوایی میشی دیگه، اون وقت شهر به این درندشتی واسه تنگ و ترش میشه. متاسفانه. آره شاید مثل آتشی که یه ماهی توی تنگ آب دریا داره. این ماهی تو تنگه؟ ما؟ قاسم داداش ما اشتباه کردیم. ما چه اشتباه کردیم؟ آره ما اشتباه کردیم. ما با هادی عهد و پیمون بستیم ولی فراموش کردیم که خودمونم در قبالت مسئول. نباید کاری میکردیم که فکر کنی هدف اصلی رو توجیه میکنه. ما اینقدر رو هدفمون زوم بودیم که انگار یادمون رفت نباید هر مسیر رو بریم، نباید رو هر چیزی پا بذاریم. قرار نبود این قول و قرار از ما یه آدم دیگه بسازیم. آفرین آفرین آقا جواد، نکته همینه. قرار نبود اون عهد و پیمون از تو آدمی بسازه که دیگه آدم نباشی. جنبه داشته باش، ظرفیت داشته باش، آدم باش. خب ندیگه دارم باید حرف میزنم ها، بی تربیت. قاسم تو این شرایط هم دست از تخریب کردن آدم بر نمیداری؟ تخریب چیه؟ باید تشویقش کنم کار خوبی کرده. قاسم وایسه با تو هم یه دقیقه. وایسه همدم وایسه ببینم دست پیش گرفتی پس نیفتی. تو ما باید الان ازت ناراحت باشیم، تو اخماتو میکنی تو هم میری. طوری نشده که. نه آقا من چیزی نگفتم که، من حرفم این بود که ما ستا عوض شدیم کلن هممون. انقدر درگیر پورتلند شدیم که پیچمرون خودمونم یادمون رفته. آقا ندیدیم دور و برمون این همه آدم دارن پرپر میزنن که ما نریم. جواد یه جور، من یه جور، تو یه جورتر. مسعود بس کن. تو هم تو چی کار میخواستی بکنی قاسم؟ میخواستم الهاز مافی رو وسیله کنم تا عطیه رو خوشبخت کنم ولی حالا عطیه رو دست دادم. ببین آقا اگه ما هم اینجاییم به خاطر اصرار جواد بودا، وگرنه ما هم دست داده بودی. من از شما انتظار داشتم مثل دایی زود قضاوتم نکنی. خیلی خب ما اشتباه کردیم، قضاوتت کردیم ولی خودت باعث شدی. الان هم اینجاییم چون بیبی از قول تو یه سری حرفا به ما زد. خودت بگو جریان چیه. الناز مافی کینی شما رو به دل گرفته بود. خب گفت هفته دیگه واسه همیشه میخواد از ایران بره. خب بره، اما قبلش میخواست زهرش رو به شما بریزه. خب بیاد ببینیم چه جوری میریزه. بهم گفت اگه یه کاری واسش بکنم او هم کاری میکنه تا من بتونم اقامت بگیرم. گفت باباش خیلی نفوذ داره، خودش اقامت کانادا داره. ولی وقتی فهمیدم در ازاش چی ازم میخواد زدم زیر همه چی. بهتر بریم سر اصل مطلب. باشه میریم سر اصل مطلب. و اما اصل مطلب کافیه فقط این ویروس رو رو سیستم مرکزی پرنده جوادی نصب کنی. همین. من نمیتونم. چی؟ نمیتونی؟ بله نمیتونم. آها فهمیدم، پس پولی که واسه پاسپورتت لازم داشتی جور شده. پس نشده. نگران نداره که. تو این نرم افزار رو روی اون آهن پاره نصب کن. در عوض منم قول میدم تمام هزینه خرید خدمت رو از بابام بگیرم. خانم مافی توضیح دادنش برای شما سخته، درک این مطلب واسه شما سنگینه. شما که مثل ما عمرتون رو پای اون پرنده نذاشتین. خب معلومه تر و آمادی سینا ماه نذاشته بفهمه چه عشقی پشتمون به قول شما آهن پاره است. به نظر من که فقط داری حماقت تو توجیه میکنی. من و بچه ها عاشق پرواز اون پرنده. خانم من به این عشق خیانت نمی کنم، به رفقام خیانت نمی کنم. چه با آدم بیماری این دختره.
چیکار به ما داری؟ خیلی دارم درست میگم، ما اشتباه کردیم، ما زود قضاوتت کردیم. خب باز جوگیر شدی ها؟ قضاوت زود چی عزیز من؟ این آقا میتونست به جای اینکه بره با الناز مافی سر قرار بیاد به من و تو اطلاع بده. رفت چرا؟ چون وعده خارج بهش داده بود، خواست ما رو دور بزنه. بزن حرفشو بزن. نه، رفته بودم رو در رو محکم بهش بگم نه. تو رفته بودی رو در رو مستقیم بهش بگی نه وجدانن. تو رفته بودی بگی نه؟ مسعود، خب خودش نه همینو میگه. راستش. بیا. رفته بودم اولش بهش وعده بده. بفرما. ولی به خدا توی یه لحظه رفاقتم اومد جلو چشام. فلش قبول نکرد. شرمنده شما شد. با اجازه. وایسا هستم. وایسا. الان بخوای چیکار کنی؟ عشق علاقه من فقط و فقط عطیه است. هر کاری کردم هدفم فقط خوشبخت کردن اون. تلفن منو جواب نمیده. باید امشب راه بیفتم برم بیرجن. خدافظ. یه دقیقه وایسا. بذار برم. خب بذار بره دیگه، برای چی نگاش میداری؟ بذار بره به زندگیش برسه. شما بسید که خیلی عجله داری. نه دیگه، اینجا میخواد بمونه چیکار؟ حتما امشب باید بریم. بله. بدم اینر رابی کجا؟ بیرجند. آقا ترمینال همین بغله، بده بره دیگه. من رفیقمو تنها نمیذارم. نه چی تنها نمیذارم؟ قاسم که وسایلشو جمع کرد، منو تو هم یه دست لباس میخوایم سر رو بر بیاریم. بی خیال جواد، بریم دلاباد. میریم دلاباد. جواد بی خیال، آخر راک من نمیام. آقا من نمیام. بیا بهتر ما رفت. آیسته ببینم، بس ببینم، برو عقب بشین. چی شد؟ نظر دوست شد؟ برو عقب بشین، به تو مربوط نمیشه. برو ببینم، برو عقب به کارات فکر کن. فکر کردم من اینا رو تنها میذارم. برو آقا جواد. اما تا اونجا برده حرف بزنم بلکه اصلاح شید. مهندس تابش. تینا مادر، یه دقیقه صبر کن. آقای مسعود تابش، من که نمیتونم پا به پای تو بیام. یه دقیقه صبر کن. کجا قایم شدی؟ چی شده مگه؟ مسئول تابش. باید بفهمم این چند وقت چرا جواب تلفن منو نمیدن. مادر چرا اینقدر پریشون؟ آقای تابش. وایسا تا کجا رفتن اینا؟ رفتن بیرجند. بیرجند؟ برای چی رفتن اونجا؟ ببین مادر، نگفتنیه که واسهت بگم، نشنیدنیه که تو بشنفی. رفتن اونجا چی کار؟ رفتن دنبال کار همین رفیقشون قاسم. چیزی شده؟ نمیگه جواب تلفن نمیده آدم نگران میشه؟ کی؟ آقا مسعود؟ کاری داشتی باش؟ من یه وقت برم بیبی. نه ببین، بعد این همه مدت اومدی دلم واسات یه ذره شده بود یه دقیقه بشی یه چایی بخور حالت بهتر بشه با هم دو کلم حرف بزنی. آخ کار خیلی سرم ریخته. باشه، حالا یه ده دقیقه پیش بیبی گوهر نشستن کارای تو عقب نمیندازه که عزیزی دلم. دستت درد نکنه بیبی. میشه جانت، چقدر دلتنگت بودم. من که پای اومدن ندارم، تو گاهی لطف کن یه سر به من بزن. چشم بیبی، ببخشید منو، خیلی گرفتار بودم این مدت. برای که کارخونه با سر نخوره زمین مجبورم این روزا خیلی سخت کار کنم. خیلی هم سخت نگیر، دعای بابای خدا بیامرزت همیشه پشتته، نمیذاره لنگ بمونی. تا به سونه اون موقع با مادر خدا بیامرزت میامدن اینجا، با اون صدای برس و محکمش میگفت بی بی گوهر چایی تیاره. دلم خیلی برای جفتشون تنگ شده بیبی، خیلی. منم خیلی دلم تنگ شده.
بیرون تا دوتایی بازی میکردیم، صدای جیغ و دادتون گوش فلک و کر میکرد. ای روزگار. خب حال اون داداش بزرگواره چطوره؟ مثل همیشه. البته این اخیراً بیشتر سر میزنه کارخونه، داره سعی میکنه اعتماد منو جلب کنه. ولی میشناسینش که تینوشه. پسر نوح با بدان بنشست. صد دفعه به این آقای خدا بیامرزت گفتم آقا جان یه گوش این پسر رو بپیچون، مشالله از بس دل گنده بود گوش نکرد که نکرد. همینه دیگه. خب بلش کن بگذاری، حال خودت چطوره؟ اصل حال خودت چطوره؟ خوبم بیبی، بدک نیست. پریشونی؟ چیزی شده؟ نه، چطور؟ چیزی شنیدی؟ چیزی که نشنیدم، ولی چیزی حس کردم. حالا میخوام از خودت بپرسم. بپرسم؟ بپرسیم. دلتو باختی؟ هیداد، این سکوت علامت رضاست. باختم بیبی، باختم. عشق فقط سوختن و ساختنه. اگه واقعا عاشق باشی اون آدم انقدر واسط مهم میشه که جز اون هیچکی رو نمیبینی. واسم مهمه بیبی، خیلی برام مهمه. تو چی؟ تو هم براش مهمی؟ اگه مهم باشی تو همیشه سعی میکنه که با تو باشی، اما اگه براش مهم نباشی اون سعی میکنه ازت فرار کنه. پس یه کاری کن براش مهم باشی. چشم به در خوش شد، خوش اومدی. سلام بیبی جان. سلام بیبی. سلام. فکر کردم دیگه بنای اومدن نداری. ببخشید تو رو خدا بیدارتون کردیم. خوب من که سبکه، میدونین پشم پر بزنه من چرتم پاره میشه. پس قاسم کو؟ ها، پس مون سر زمین آبا و اجدادیش بالاخره. خدا الهی همه جوونا رو عاقبت به خیر کنه. ایشالله. جاتون خیلی خالی بود بیبی. خیلی عروسی خوبی شد. ایشالله همه جوونا خوشبخت بشن. ایشالله. شما هم که رفاقت رو در حق اون کامل کردی. چیزی که نخوردین ها؟
راستش نرسیدیم بیبی، ولی گفتیم میام خونه الان نیمرو درست میکنیم میخوریم. تا وسایلتون برین من یه چیزی براتون درست میکنم. بیبی تو رو خدا خودتون رو تو زحمت نندازین. چه حرفیه سعید جان، تو رحمتی. ریحان هنوز نیومده؟ میان، با پدر و مادرشون تو راهن، قبل اینکه به اتاق عمل بری میرسن. دکتر جان، جانان، تا حالا برای شما اتفاق افتاده که یه خوابی رو چند بار پشت هم ببینی؟ نه، تا حالا پیش نیومده. ولی برای من پیش اومد. خب طبیعیه، استرس قبل عمله. نه ولی اصلا استرس ندارم، حالم خوبه، خیلی آرومم. خدا رو شکر، رنگ و روتم باز شده. نمیخوایم براتون تعریف کنم؟ خیره انشالله. چی دیدیم؟ خواب دیدم یه پسر بچه 6-7 ساله بودم توی کوههای بیوران، لابلای گلا می دویدم دنبال زنبورای عسل کندوهای بابا. یه دفعه شما رو دیدم که داشتین آنتن رله وصل میکردین. ازم پرسیدین کوچولو اینجا چه کار میکنی؟ گفتم اومدم ببینم این زنبورایی که این هم از کندوهاشون دور میشن چجوری دوباره راه برگشتشون رو پیدا میکنن و گم نمیشن. خب این که خواب نیست، خاطره آشنایی من و تو قبل از بمباران سردشت. بله، ادامه این خاطره خواب بود، یه رویای شیرین. تو دور دستا صدای آواز کردی بابا میشنیدم، دویدم سمتش، تشنم بود، هرچی می دویدم تشنه تر می شدم، تشنم. دکتر جانم، می شه خواهش کنم یکم آب بهم بدین؟ آب که نمی تونی بخوری، اما در حد تر کردن لبا اشکالی نداره، با مسئولیت خودم. خب میگفتی سعی چون بگو دیگه. سعید
دیدی؟ ستاره دنبال دار بود. نه کو؟ اونجا بود رفت. چقدر حیف شد، کاش منم میدیدمش. ماما صدیقه جانم، یعنی الان یه روح رفت پیش خدا؟ Thank you.